اجمل حقیقی از زندان رها شد. جزئیات نصاب آموزشی طالبان، خون و نفرت به کتابها باز می گردد. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. جزئیات نصاب آموزشی طالبان، خون و نفرت به کتابها باز می گردد. روزنامه هشت صبح با گزارش دست یافته که از سوی کمیته بازنگری نصاب مکاتب عصری طالبان تهیه شده است. بر اساس این گزارش که نسخه پشتو و ترجمه فارسی آن که در سایت روزنامه هشت صبح نشر شده، روند بازنگری در قوس 399 هجری خورشیدی توسط هیئت کمیته ارزیابی این گروه برای نصاب تعلیمی نهایی شده است. این کمیته از سوی کمیسیون تعلیم و تربیت و تحصیلات عالی طالبان موظف شده بود. هیئت تعیین شده سرانجام ملاحظات عمومی اش را در 26 بند با سران این گروه در میان گذاشته است. در آن گزارش علاوه بر حذف تعدادی از مضامین نصاب آموزشی، ملاحظات و پیشنهادات زیادی مطرح شده است که محتوای کتابها را مانند حاکمیت قبلی طالبان متناسب با ایدئولوژی این گروه دگرگون می کند. حذف تصاویر زیروها، تشویق به جهاد، توجیه خونریزی و تخریب، منع صحبت از مردم سالاری و حقوق بشر، مخالفت با تعلیم و آزادی های زنان، روایت طالبانی از تاریخ، محدود کردن محتوا به دنیای اسلام و ستیز با جهان غیر اسلامی به خصوص غرب از پیشنهادهای اصلی آن کمیته در نصاب تعلیمی است. بیگانه پنداری اهل تشیع، شیطانی خواندن سازمان ملل متحد، منع تجلیل نوروز، وضع محدودیت بر میله ها و جشن ها و نگاهش برخی از شخصیت ها از جمله امان الله خان، فیض محمد کاتب و عبدالغنی خان شاعر پشتو از دیگر نکات است که طالبان در این بازنگری به آن اشاره کرده اند. این سند در حال همگانی می شود که طالبان بارها از ساختن نصاب اسلامی خبر داده و آن را نیاز نهادهای آموزشی در افغانستان خوانده اند. اجمل حقیقی آزاد شد. از هنرمندای نازنین ما، از سلبریتی‌های نازنین ما، از جمله میتونیم فراد دریا را نام بگیریم، شهزاد نازنین بگویم، شهزاد عدیل نازنین، قربان سر جان خیلی دوست دارم، واقعا لطف و محبت خودت زیاد بود. از غزال نهایت همین قسم هنرمندای دیگه ما، از تمامشان من قلب از بزرگزاری میکنم. اگر شهزاد عدیل، من همچنان دوست دارم، مرد با شهامت و استوار، اجمل حقیقی گرامی، از اینکه دوباره آزاد می‌بینمت خدا را شکر. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگارتان.